متئو محمد فرزانه استاد تاریخ در دانشگاه نورتیسترن ایلینوی در شهر شیکاگو است. جنگ ایران و عراق او را در نوجوانی از خانهش در احواز بیرون راند. اما خیلی زود به عنوان داوطلب به پشت جپه ها بازگشت تا به زخمی ها کمک کند. در مهاجرت او ابتدا وارد رشته پرستاری شد. چند سالی هم در این رشته کار کرد اما دوباره به دانشگاه بازگشت تا در رشته تاریخ تحصیل کند. جدیدترین کتاب او زنان ایرانی و جنسیت در جنگ ایران و عراق نام دارد. در این کتاب او به نقش هایی که زنان در جنگ ایران و عراق بازی کردند می پردازد. فرزانه در این کتاب استدلال می کند که زنان ایرانی وارد نقش هایی شدند که پیش از آن مردانه به حساب می آمدن. در این گفتگوی اختصاصی از متئو فرزانه درباره این نقش ها میپرسم و اینکه بازی کردن این نقش ها چه تأثیری بر وضعیت زنان در ایران گذاشته آقای فرزان خیلی مشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت می‌کنید. من و شما با هم نسبت خانوادگی نداریم و این گفتن آقای فرزانه به شخص دیگه یه مقداری عجیبه برای من حال ببینیم چطور پیش میره کتاب شما رو که من میخوندم یک نکتهی برام جالب بود و اون این که جوری که شما این کتاب رو نوشتید کسی که میخونه کتاب رو متوجه میشه که از دقیقا روز اول از همون زمانی که جنگ ایران و عراق شروع شد تا روز آخری که جنگ بود و تا همین امروزی که عواقب جنگ هنوز در جامعه ایران مونده زنها درگیر این جنگ بودند ولی شاید بیش از اینکه مادران مادر هستند یا بیش از اینکه اونها همسر یا دختر کسی هستند که در جنگ شرکت کرده در مورد نقش اونها صحبتی نمیشه شاید بعد نباشه که شروع بکنید از اینکه شما چطور شد که اصلا نقش های دیگر زنان رو دیدید و تصمیم گرفتید که در موردش تحقیق بکنید و کتاب بنویسید سپاسگزارم از شما آقای فرزانه خب تجربه خود من به عنوان یک داوطلب توی جنگ خب زن زیاد میدیدم بانوان زیادی بودن توی اسفحان که ما بودیم که اینا میمدن کمک میکردن حالا کمک مالی بود تدارکاتی بود یا پرستار بودن خب من خیلی جالب بود چطور ما هیچ وقت به نقش زنایی که به غیر از مادرای شهدا کسایی که پشت سر مردهایی که توی جنگ بودن چرا هیچ وقت هیچ کتابی نوشته نشده شما خودتون اشاره هم کردید که توی جنگ به عنوان داوطلب حضور داشتید اون زمان چی اون زمان هم خود شما این نقش های دیگه براتون واضح و روشن بود به چشم شما می اومد نه سوال خیلی خوبی اتفاقاً، نه به اون صورت برای اینکه خب ما به قول معروف ساخته همون جو و همون فرهنگ توی ایران بودیم که زن به طور قول قابلیتش ممکنه خیلی محدود باشه در کارهایی که ممکنه مردها بتونن بکنن من هیچ وقت ندیدم خودم ولی خب بعدا حالا که دارم فکر میکنم میگم شاید دیدم ولی اون چشم بینایی رو نداشتم که ببینم یک زن بتونه اسلحه هم بکنه من فکر کنم این تأثیر اون فرهنگ اینکه زن فقط تو یکی یا دو تا نقش بیشتر نمیتونه خودش رو نشون بده و تو این کتاب ثابت شده که اصلا همچی چیزی نیست ما من راجبه 18 تا نقش مختلف که خانم ها بازی کردن توی جنگ و خیلی مؤثر هم بوده و همه ایرانی ها بهشون مدیونن راجبه اون اونا صحبت کردن یه چیزی هم که توی کتابتون بود این بود که شما میگید که وقتی که انقلاب ایران پیروز میشه تفکری که قالب میشه اینه که زنها باید برگردن به اون نقشی که مثلا یک قرن پیش در جامعه بازی میکردن ولی بعدش با, با, شروع جنگ یه دفعه این ماجرا عوض میشه و حالا حضور زنان در عرصه اجتماع و مهمتر از همه در جنگ یک دفعه پذیرفته میشه دقیقا همینطوره ما توی تاریخ قاجار که زنان قاجار یک قسمت خیلی کوچیکی از اشرافی ها یا شازده ها اونا بودن که ممکن بود حالا معلم خصوصی داشتن میمد در اندرونی بهشون چیزی یاد میداد تو دوران رضا و محمد رضا شاه خب این بیشتر عامی شد ولی بیشتر یک پروسه شهری بود سکولار بود غیر ضد سنتی بود و وقتی که انقلاب اتفاق افتاد سال 57 برای خاطر اینکه قوانینی که اون موقع روی کار اومد، مثلا قانون حمایت خانواده از بین رفت به طور کلی و زنها عملاً دیگه زیاد اون کارهایی که قبلا میتونستن بکنن، حتی اگر باسواد بودن نمیتونستن اون کار رو انجام بدن، خب همه فکرشون میره توی اون موضوعی که خب زنها به طور کل جسمهای اندرونی شدن دوباره، ولی دقیقا جنگ یک فرصتی میده به زنها توی ایران که این فرصت به نظر من فرصت فوقالعاده تاریخیه از این نظر که از یک طرف صدای تبلیغ که زن جسم اندرونی و باید مادر باشه و باید همسری بکنه باید خواهر خوبی باشه و بیشتر به مشکلات خانوادگی این رو وصل میکردن جنسیت زن رو شما همون آن میبینید وقتی که جنگ شروع میشه همون زنی که باید اندرونی بشه دقیقا از طرف دولت از طرف مردم و از طرف خود زنها میشه یه جسم بیرونی کسی که حالا دیگه توفنگ دستش میگیره کسی که توی قبرستون شبا میخوابه کسی که ممکنه رانندگی بکنه اسیرا رو بخواد این و اون برای او که اوسرایی کنه حالا اینطور که بیرفتن. شما تو کتابتونم نوشین حتی آیت الله خمینی هم بله، حمایت میکنه بله از این بله موجه. چه اتفاقی میفته چی میشه که توی این دو سال یک سال دو سال یه دفعه ورق برمیگرده و حالا حضور زنان در این حتا در اجتماع پذیرفته میشه در عمل وقتی که شما با یک بحران ملی که جنگ بحران ملیه با یه بحران ملی سرکار دارید و از تمام دنیا به نظر میرید که همه عذب کردن تصمیم گرفتن که نابود بکنن یه سیستمی که تازه جوانه و روی کار اومده 18 ماه ما داریم صحبت کنیم بعد از 18 ماه بعد از انقلاب که جنگ شروع میشه خب این زن یعنی یه ضرورت چرا... به نظر شما یک زر... ضرورت در زمانه است که باعث میشه که حالا کسانی هم که در قدرت هستن اونها هم نظر در رو عوض هم داره بکنه. مختزیات زمان این رو میگه و ما داریم فتوا داریم از آیت الله خمینی که میگن اگر جان جسم و روانشون زنها در خطر نیست و اگر دست دشمن نمیفتن یعنی به اسارت کشیده نمیشن هیچ مسئله نیست که در هر نقشی که تواناییش رو داشته باشند باید نقششون رو ایفا بکنن یا یعنی اون یک جزی از واجبات به قول معروف میشه که این رو خیلی ها نمیدونن یعنی این اجازه داده شده بود که زنان میتونن توی جپه باشن و این جالبی این اینه که اون قشتی از زنان که این کار رو کردن همون قشتی بودن که 18 ماه پیش در رژیم پیش اینا حق نداشتن حتی شاید تلویزیون تو خونشون داشته باشن یا اینا حق نداشتن که حتی یه مسافرت بتونن تنها برن حالا چطوری می ساعت سه صبح چهار صبح با یک عده مرد به قول معروف نامحرم کسایی که نمیشناسن توی سنگر و توی خیابون و با دشمن و خونپاره داره میاد و بم دارن میریزن و همون زن داره آ، آ، میهندوسیش رو به همه ثابت میکنه و این جنسیت زنه که اینجا آ، اون که واقعا باید داشته باشه برای خودش میگیره و ثابت میکنه بقیه که زنا فقط مادر نیستن که فقط بخوان تولید بکنن از این کارام ازشون برده استدلالی که شما میکنید توی کتاب اینه که وقتی که جنگ شروع میشه حالا گروه دیگری اون گروهی که قبل از انقلاب به خاطر قوانین سکولار جامعه ام. ترجیح میدادن در خونه بمونن میان بیرون و شما اینجا صحبت از دو نوع فمینیسم میکنین فمینیسم سکولار و فمینیسم اسلامی که اینها یه جوری با همدیگه مرتبط هم میشه در مورد این بیشتر میشه توضیح بدید صد تاریخ ایران ما همیشه فمینیسممون به قول معروف فمینیسم دولتی بوده یا فمینیسم رسمی بوده یعنی یا کشف حجاب بوده یا حجاب اجباری دقیقا یعنی این حکم کردن به زنها حتی زنها برای بقیه زنها حکم کردن من که خودشون قسمتی از دولت هستن این هم در زمان پهلوی بوده هم در زمان کنونی که الان داریم راجع صحبت میکنیم برای همین استیت فمینیزم یا همون فمینیزم دولتی یا فمینیزم رسمی هیچ وقت اجازه نداد زنها اون چیزی که خودشون میخواد به دست بیارن جنگ فقط یک پنجره ای بود به نظر من که اونایی که حواسشون بود شاید یا اونایی که شاید هم حواسشون نبود ولی احساس درونیشون این اجازه رو بهشون داد و این فشار رو بهشون آورد و اینا رو خل داد جلو که شما برید به اون چیزایی که واقعا فکر میکردید تبو بودی و هیچ وقت کسی نمیتونست فکرش هم بکنید، شما بتونید همچی کاری انجام بدید شما میرید و این کار رو انجام بدید و این کار کردن این دریچه تاریخی که برای زنهای ایرانی درست شد دریچه بود که میتونه نشون بده برای نسلهای آینده که زنهای ایرانی هیچ فرقی با زنهای اروپایی، زنهای آسیایی، هندی، استرالیایی دیگه حالا هر چی هیچ فرقی با اونها ندارن یک موقعیت داده میشه و بعضی وقتا شما این موقعیت رو باید بگیری و شما فکر میکنین که زنان گرفتن زنان من فکر میکنم این موقعیت رو گرفتن و این رو ثابت کردن شما اگه کتاب هایی که خیلی کتاب نوشته شده از به زبان خود زنها توی ایران که توی کتاب من همه اینا رو راجبش صحبت کردم اینا خودشون دارن میگن ما نمیخوایم بگیم که بیشتر از مردها هستیم ولی هم این رو قبول نمی کنیم که کمتر از مردها هستیم یعنی اگر واقعا مساواتی بخواد جایی باشه ما هم سطحیم همون کاری که اونا کردن ما هم کردیم و, 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 و وقتی هم که اینجا میگیم مساوی صحبت سر این نیست که مساوی مثلا شما بیرون میجنگی بنده در خانه می اصلا, اصلاً هر دو بیرون یعنی منم من می میتونم بیام بجنگم منم میتونم بیام توی نباشه بریم سراغ اون 18 تا نقشی که شما در که کارهایی بوده که زنان انجام دادن در جنگ و چون 18 تا هست قاعدتا از رو بخونید کار نداره حتما <تص> خب ببینید کسایی که من راجع بهشون صحبت کردم توی کتاب این 18 تا نقش رو من ثابت کردم توی کتاب که این کار رو کردن خب عکاس داشتیم عکاس جنگ راننده رزمی داشتیم هم برای رزمنده هم برای خود احلال احمد رزمنده داشتیم جنگجو داشتیم کسی که ف... دستش کسی که توفنگ دستش گرفت و شلی کرده به دشمن فرمانده داشتیم فرمانده بسیج خواهران داشتیم مربی داشتیم کسایی که یاد میدادن چطوری با مهمات کار بکنن چطوری از خودشون دفاع بکنن توی جنگ های شیمیایی حمله های شیمیایی تبلیغاتگر داشتیم پرستار داشتیم پزشک جراح داشتیم یک زن خلبان داشتیم که پروازهای اطلاعاتی میکرده توی ایران تجسسی تجسسی بله مامور اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی داشتیم که کار میکردن مامور کفن و دفن داشتیم زنایی که اصلا هیچ وقت به عمرشون نمیدیدن که شاید توی قصال خونه بخوان برن داوطلبانه روزها و ساعتها کار بکنن مامور انباردار تسلیحات داشتیم که مهمات رو جمع می کردن توی خوزستان نگهبان گورستان داشتیم برای که وقتی که رو خاک می همون روزهای اول جنگ ماه اول جنگ عراق بر می و فردای اون روز همون جاها رو همون گورستان هان رو بمبارون می کرد و این جنازه ها همه می بیرون و وقتی این جنازه ها میبرن که کس نبود اینا دوباره جمع بکنه بذاره دفنشون بکنه اینا سگ ها به اینا حمله میکردن و این زن اونجا میموندن که سگ های شبانه که اینا میبرن اینا رو بخون بهشون شرلیک بکنن که نگهبانی بکنه از اون کسایی که دف شده بودن خبرنگار داشتیم امدادگر داشتیم فرست ریسپاندر ارزم به حضور شما تدارکاتی داشتیم و کارمند دفتری هم خب همیشه تو همه وزارتخونه همه اداره و ارگان ها بودن و قسمت عظیمی این مادرها خواهرها همسرها و دخترهای شهدایی هستن که اینا پدرشون برادرشون شوهرشون اینا رفتن و حالا یا مفقود شدن یا شهید شدن یا آزادگانن یا معلول جنگی شدن و شاید الانم فلج کامل هستن چهار دست و پا شدن و یکی بعد از اینا مواظبت بکنه یعنی جنگ برای این قشته از زنان هنوز ادامه داره جنگ تموم نشدن خیلی از این نقشا نقشایی که ما با آشون آشنا هستیم به ذهن میرسه ولی خب بعضی هم هستن که شاید کمتر کسی ازشون صحبتی کرده باشه از جمله مثلا شما توی کتابتون نوشتید از یک کسی که مربی اصلا آموزش میداده به مردها چطور با مواد منفجره کار بکنه بله. و داستان جالبی داره اگه بتونی داستانش برامو بگی مخصوصا اینکه یه مقدارم آسونم قبولش نمیکردن به عنوان مربی مواد منفجره دقیقا همینطوره بله خانم جوانی بودن دیپلمه توی آبادان قبل از اینکه جنگ بشه ایشون داوطلب شده بود با بسیج یا کمیته محلی توی آبادان و بعدا به مقام های بالاتر رسید و فرمانده بسیج خواهران شد تو تموم سالهایی که جنگ بود چهار سال اول جنگ رو قبل از اینکه مستون بشه مجروب بشه ایشون اونجا بود و در حدود 20-25 تا زن زیر دست ایشون به عنوان داوطلب جنگی توی آبادان بودن حتی وقتی که حسر آبادان هنوز شکسته نشده بود اون سال اول ایشون بله با عنوان کسی که مربی استفاده از TNT یا مواد منفجره دیگه بوده به قدری کارش خوب بوده که ایشون رو میفرستادن سپاهای شهرهای مختلف من جمله ماهشر فکر کنم پی کتاب میگم که وقتی خودش رفته بوده معرفی کرده بوده گفته بوده من فلانی هستم اومدم برای تعلیمات برای اسلحه های انفجاری گفته بودن نه فکر کنم یه مرد بوده شاید اشتباه شده اسمو گفته نه خودم هستم که برایشون اصلا غیر قابل قبول بوده که یه دونه زن بتونه بیاد به مردان درس بده هم. و خب داستان های بامزه ای هم توش هست که صدا در میورده مثلا حالت صدای انفجار که مردا رو بترسونه آه یعنی با, با انفجار واقعی با انفجار واقعی و اتفاقا گفته بود که یکی از فرمانده های سپاهی توی توی سالهای بعد به خود ایشون گفته بود که ما اون روز که شما اومدید و میخواستید تعلیم بدید راجع به TNT ما تمام شهر رو آماده باش گذاشته بودیم مگه گفتیم حالا همه اون ساختمان منفجر خواهد شد یعنی همچین نگاهی بوده که این اره یکی زن ای نمیتونه مثلا متخصص تینجی دقیقا تینتی. شما اطلاعات نداری و بلد نیستی که بخوای اینجور چیزها رو درس بده براش چطور بود؟ براش آسون بوده؟ یه همچین برخورت هایی؟ ایشون های... آدم خیلی قوی هست، هنوز هم هست چون باش صحبت کردیم؟ بله، ما با هم صحبت داریم تلفنی البته و خوب کتابی هم که اومده بود بیرون من خیلی ازش استفاده کردم مثلا خود کتاب شده یه منبع راجع به که خودش چی میگه خودش خودش برایش این بام... ها... خودش کلمه خودش رو بخوام استفاده کنم میگه برام خیلی بامزه بود و هنوزم بامزه است که مردها نمیتونن قبول بکنن که ما زنها هم میتونیم همون کارهایی که اونا بکنن میتونن انجام بدن شاید هم بهتر و اتفاقا من تو کتابم چند بار گفتم توی مقاله دیگه که دیده بودم یا کتاب های دیگه مثلا مصطفی چامران همیشه بگو میگه زنا بهترین فرمانده ها رو اونا میتونن درست بکنن این رو محمد جهان آرام همینو گفته بود گفته بود که زنا اتفاقا کسایی هستن که مسئولیت خیلی بیشتر باید بهشون داده باشه مگه حس مسئولیت پذیریشون خیلی بیشتره نقش دیگه هم که اینجا بود توی بخش تدارکات وقتی که توی کتاب در مورد شما نوشتی زنانی بودن که شروع کردن و یک رخشورخانه در واقع راه انداختن رخشورخانه اهواز یا چایخانه بهش میگن این جای چایخونه سنتی بود که جدید هم بود چند سال بیشتر نبود وقتی که جنگ شروع شد اونجا درست کرده بودن بغل رودخونه کارون و در سال 1959 که جنگ شروع میشه چند ماه بعد که جنگ شروع میشه یک قسمت عظیمی از چیزهایی که توی جنگ مصرف میشده اینا رو ارتش و گروه های دیگه مثل سپا و بسیج اینا رو میمندن انبار میکردن سرای خورمشهر احواز و اینا رو میسوزوندن و یه بار یه خانم متوجه میشه که همچین آتیش اونجا بوده و میره سوال میکنه خود این خانم هم پسرش داوطلب جنگی بوده میگن آره این مثلا ملافه هاست برانکار برزنت برانکارت نمیدونم چکمه است چیزای اینطوری میگه خب ما اینا رو میتونیم ترمیم بکنیم من یه سری خانم میشناسم توی محلمون از اونجا شروع میشه از سوی خونه خودش شروع میکنه و ولی بعد به شستن هم بعد رسد. به شستن میرسه و دیگه با دست اینا عکساش توی کتاب هست با دست شروع میکنن ملافه های خونی رو شستن یونیفرم های خونی رو شستن و چیز جالبیش اینه که بعضی همون زنایی که اونجا داوطلب بودن چه از اهواز و چه از اطراف یا از اصفهان یا جای دیگه که میرفتن اونجا ماها میموندن و داوطلبانه کار میکردن بعضی وقتا یونیفرم بچه خودشون که شهید شده بود رو اونجا میبینن یا مثلا لباس زیر بچه که براش دوخته بودن رو یا مثلا بافته بودن توی زمسون یا جوراب مخصوصا من فکر کنم یه داستان دارم راجمون که اینا رو میبینن خودشون میفهمن که بچه خودشون گویا شهید شده بوده اینطوری اینا رو یا بین ملافه ها یا توی یونیفرم یا توی کلا کل... کاسکت که میوردن مثلا قسمتی از مغز بوده یا یه عکس من انتشار ندادم ولی یه عکس دادم مثلا تحال یه شخص کلیه یه شخص داوطلبی که شهید شده بوده و توی ملافه بوده یعنی اینا توی همچین موقعیت اینا کار میکردن و چیز خیلی بدتر از این که واقعا هولناک الان آدم فکرش میکنه اکثر این ملافه ها و این یونیفرم ها رو که اینا توی آب میزاشتن و میشستن با دست های برهنه اینا برای اینکه جنگ شیمیایی هم بعضی وقتا انجام میشد و عراق اسلحه شیمیایی استفاده میکرد روی رزمندگان توی جبهه توی بافت های این لباس ها و این ملافه ها و این برزنتهای مان برانکارد توی بافتای اینا این چیزای شیمیایی بوده و اینا همشون خودشون مصدوم شیمیایی میشن بعدن که من داستاناشو آوردم توی یکی از فصل هست که راجع صحبت میکنم که اینا خودشون نمیدونن که چرا دستشون شروع کنه تول زدن بلکه هیچ کس فکر نمیکرد جنگ شیمیایی به اون حد به اون وسعت بتونه اه 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 کسای دیگه که کسا آدم فکرش هم بکنه بتونه تحت تاثیر قرار تو همین صحبتی که منو شما داشتیم اسم مصطفا چمران اومد اسم جهان اومد اسم مردای دیگه میاد توی خیابونها مردم اسمایی زیادی میبینن از شهدایی که مرد هستند ولی زنانی که توی جنگ بودن خیلی وقتا اسمشون نمیاد ما اسمها رو نمیشناسیم نمیدونیم چه کسانی بودن شاید یکی دو نفری که کتاب نوشتن کتابای موفقی هم توشون بوده اونها شاید اسمهاشون شناخته بشه ولی واقعا انگوش شمار هستند این زنان چه اتفاقی افتاد؟ چرا یه دفعه وقتی که جنگ تموم شد و خیلی ها تبدیل شدن به اسطوره های ملی چرا این اتفاق برای زنها نیفتاد و فقط در میان مردها بود؟ ما یه دونه میدون یا یه دونه خیابون کوچیک هم حتی به اسم یک زن شهیده نداریم توی ایران و دلیلش هم خیلی دلیل خیلی واضحیه در کل تاریخ رو کسانی می نویسند که با عقیدات خ... عقیده های خودشون میرن جلو و اگر مرد باشن شاید جنسیت دیدنی یا مثلا تاریخ رو از لحاظ مردونه زنون دیدن برایشون جالب نباشه برای منم جالب نبود تا چند سال پیش ولی دیدم که این یه زاویه خیلی به خصوصی میده برای پژوهش توی تاریخ که شما خیلی چیزها رو ممکنه به قول معروف تازه درک بکنی که چرا ما اینطوری فکر میکردیم و چرا این فکرمون اشتباه بوده یک ترم یه واژه خیلی رکی که توی, استفا... توی ایران استفاده میشه که خیلی هاشون رو میگن فلان کماندو توی ایران استفاده میکنن خانمایی که مثلا برای نیرو انتظامی کار میکنن یا اه، اه، کار امنیتی میکنن این اسم خیلی توهینامیز رو استفاده میکنن خب این برای من جالب بود که آیا همه این زنها که مردم دارن فکر میکنن اینطوری و وقتی شما میرید تاریخچه زندگی اینا رو میخونید به بهشون گوش میدید که چرا اصلا اینا رفتن این کار کردن یک وجه دیگری از زن ایرانی توی اون چارچوب تاریخ ایرانی پیدا میشه که هنوز ما کسی رو ندیدیم بخواد به طور کل بخواد این رو بیشتر راجبش تحقیق بکنه برای همین ما نشینیم راجب زنایی که توی جنگ بودن به غیر از مادرای شهدا یا مثلا همسرای شهدا به دلیل اینکه مردها نوشتن این تاریخ ها رو یعنی این یک چیزی نیست که فقط توی ایران باشه ما توی آمریکا هم همین مشکل رو داریم وقتی مخصوصا راجع به جنگ داره نوشته میشه مردها این تاریخ جنگ رو می نویسن و معمولا زن برایشون یه چیز حل شده است زن تو خونه است داره از بچه نگهداری میکنه به قول معروف اون پایگاه خونه رو داره ازش محافظت میکنه که آقا برگرده از جنگ و که اون میشه شجاع و پیروز این خانم هم میشه به قول معروف توی کادر اون عقب یه جای جاش هست این دلیل زن ستیزی به نظر من هستش یا ندیدن زنها توی کارهای خیلی خیلی مهم حالا آیا زنها اون چیزی که واقعا برای جنگیدن گرفتن سوال خیلی سختیه ولی اگر شما نگاه بکنید روی کسایی که توی ایران من کار به خارج ندارم توی ایران دارن راجع به موقعیت زنها توی ایران دارن صحبت میکنن خب خودشون هم شاکی هستن که با همه این فداکاری ها با همه این اتفاق ها ما مثلا سفیر زن داشتیم نماینده مجلس داریم که زن هستن معاون ریاست جمهوری داشتیم توی چند دوره که زن بودن و هستن هیچ کدوم اینا من دارم نقل قول میکنم هیچ کدوم اینا اون طوری که باید و شاید اون دلسوزی و اون حمایتی که باید از زنها توی ایران میکردن را نکردن این اصلا کاری به فمینیزم خارجی نداره کاری به کسایی که آمریکا زندگی میکنن یا انگلیس زندگی میکنن اصلا من کاری به اونا ندارم در مورد همین زنانی که در جنگ به زنان بودن، و... نمیبینن که اصلا اصلا یعنی این خودش فاجعه است یه فاجعه درون فاجعه یعنی نه تنها شما مرد زن ستیز داری که راجبش بهش کسی نمیخواد صحبت بکنه اینطوری به نظر میرسی که زن زن ستیز هم داری که وقتی که به قدرت میرسه اعمالش و رفتارش مثل همون مردی میشه که به قدرت میرسه و خیلی چیزها رو یادش میره یعنی موقعیتی رو درست نکردن که بیشتر بشه حضور این زنان در جامعه حالا میگم عمدی شاید نبوده من نمیدونم شاید عمدی بوده شاید هم عمدی نبوده ولی تاریخ ما نشون داده در تموم دنیا که زنها رو کسی دوست نداره راجبشون صحبت بکنه به, به هر دلیلی آیا دلیلش اینه که فکر میکنن زیاد بهشون پرابال بدی شاید بیشتر بخوان شاید این یک دلیلش باشه آیا اگر به زنها صحبت بکنیم و توانایی زنها که بیکرانه خیلی کار رو میتونن انجام بدن آیا مردها از بورس میرن بیرون شاید این امکانه باشه یا شاید فقط اه اه به قول معروف فقر علمی باشه که یا فقر فرهنگی باشه که آدم نخواد راجی به اون هم بتونه برای پنج دقیقه فکر بکنی که آیا دختر من آیا زن من آیا مادر من قادر به این هست که همون کاری که من خیلی فکر می کنم کار مردون است اون کارم خودش یعنی آیا میتونیم به جایی برسیم که دیگه زنون مردونش نکنیم یا نه خیلی ممنون خواهش ممنون از شما